صبح بخیر هم میهنان ارجمند، هنگامه ابشار هستم در برنامه رو در رو به همراه امیر شهرتی کارگردان فنی برنامه خدمتون هستیم. 8 بامداد شنبه دوم از ماه آگوست 2014 میلادی. ما هر روزمون غم‌انگیزتر از روز قبل میشه. البته میتونیم خودمون رو به بیخیالی بزنیم که خیلی ها خودشون رو به بیخیالی میزنند و بخشی از این ناهنجاری های دنیای امروز به خاطر همین هست که اکثریتی از مردم توجه ندارند و فقط به خود میاندیشند. البته یک امریز بسیار طبیعی، اما اگر در زندگی هر فردی بخش کوچیکی از توجه خودشو، از علاقه خودشو، از اعتراض خودشو به موضوعات بین المللی میگذاشت، شاید ما یک جهان بهتری داشتیم. این دنیای ما در روی انگشت مردان خشن میچرخه و این مردان با پول مردم، با رأی مردم آمدند تا معضلات رو حل کنند، تا برای مردم یک آرامش به وجود بیارن. اما متاسفانه چه اون کشورهایی که به فرم قبیله‌ای هست، چه کشورهایی که به شکل تک تک شده و میلیتنت ها مثل لیبی امروز هر کدوم میخوان قدرت رو در دست بگیرن، چه کشورهایی که حکومت واحدی دارن بزرگترین سوء استفاده را از مردم میکنن و به واقع این سیستم بردهداری در دنیا برچیده نشده. بردهداری به شیوه نوین هست که امروز در سطح جهان اجرا میشه و ما بردهداران رو میبینیم که گاه با رأی خودمون، گاه با تقلب میان بر سر کار و گریهی از کار بشریت نمیگشایند و اون پیشرفت هایی هم که میبینید دست ها و ارزه خود انسان هاست که در مجموعه های کوچک و بزرگ یا انفرادی خلاقیت به وجود میارن، کوشش به وجود میارن. آیا دنیا باید سیستم اداریش تغییر بکنه، به شیوه دیگر در بیاد، به شیوهی که حداقل خود مردم این اختیار رو داشته باشن، مثل شیوهی که هیئت جوری در امریکا داره، قضات نمیشینن، 12 نفر از مردم عادی انتخاب میکنن، اونها رو البته زیر نظر قاضی مربوط به پرونده بررسی میکنن نسبت به پرونده و شخصی که باید رأی رو صادر کنن زیر رو میکنن افکار این شخص رو، تعصب نداشته باشه، خودش پرونده تمیزی داشته باشه. و این شیوه کار کرده در امریکا، شیوه هیئت جوری در ارتباط با جرائم و افرادی که مرتکب جرم میشوند. آیا روزی هم دنیا از لحاظ اداری باید به این گونه در بیاد؟ حکومت ها در دست مردم، اما با شیوه کنترل مرکزی، اون هم نه در دست یک فرد. امروز این افرادی که بر قدرت میشینن به ناگاه اسم خودشون مطرح میشه، میبینیم یک بار دولت میره زیر نام اینها، کشورشون میره زیر نام اینها، مردم میرن زیر نام اینها و تمام مدت رسانه های جهانی که دیگه امروز به اوج خودش رسیده از لحاظ گسترش، با تکرار نام اینها و شخصیت اینها رو هر کدوم تبدیل به یک دیکتاتور کرده، هر کدوم تبدیل به یک خونخوار کرده و متاسفانه اینها قهرمان زدایی میکنن در، یعنی دوست ندارن شخصیت هایی در مملکت قهرمان باشن. چرا؟ چون میخواهن خودشون نامشون به عنوان قهرمان بمانه. خب یک قطعه کوچکی رو از جرفای خیال خدمتون میخونم در ارتباط با آنچه امروز در جهان میگذرد. روح صلح. کبوتران که روح صلحند به عزا می نشینند، سرفکنده خود را بر زمین می کوبند، اعتصاب در پرواز می کنند، چرا که می دانند مسیر عبورشون را بمب افکنها تسخیر کردند. کبوتران پیامبران آیات صلح فقط با پرتاب یک پر از بالهایشان
اعتراض خود را اعلام می دارند و سپس به خاموشی می نشینند، چرا که به غریزه در می آبند حتی به سنگرهای زیر شیروانی هایشان هم اعتمادی نیست. هفته آینده سعی میکنم، یعنی قرار هست یک متخصص و تحلیلگر بسیار مشهور میشناسی، بارها در برنامه هم بوده، خاورمیانه رو دعوت بکنم، شاید مدت دو هفته تمام موضوع خاورمیانه، این تغییراتی که به ناگاه این گروه های بیشاخ و دم اسلامی هر روز خشنتر و بعد با امکانات مجهز در اختیارشون دارن رشد میکنن، جون مردم را خانه به خانه تجاوز میکنن، میکشن، اینها چه سیاستی پشتش هست؟ در مورد اینکه هدف اینها چیست، در مورد اینکه چه کسی اینها را حمایت میکنه رسانه ها میگویند، اما تحلیل اینکه سیاست تقویت و به وجود آمدن این گروهک ها چیست؟ مثلا شما فکر کنید بنده فردا بخوام یه گروهی در اینجا تشکیل بدم، حالا این گروه ممکنه در جهت صلح باشه، در جهت کاری باشه، میدونید چه مراحل رو باید بگذرونم تا اون تبلیغات جهانی رو بگیره، یعنی تا تبلیغات جهانی خودش به شیوهی این مرکز رو تقویت نکنه نمیتونه این گونه اوج و پر بگیره، نمیتونه تیتر رسانه های عمده جهان به طور روزمره و ساعتی باشه. ببینید که نیروها نیروهای تخریبگر هم هستن، هدف از وجود بروز این نیروهای بسیار رادیکال در منطقه چیست که هر روز ما میگیم گروه قبل باز بهتر از این گروه بود و هنوز بده بدش رو ما ندیده ایم. ما خدمتتون بگم این گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که چند ماهی سر صدای بین المللی پیدا کرده و میگویند امپراتوری خودش رو هر روز در حال گسترده کردن داره، در واقع میخواد خلیفه‌گری عثمانی رو تجدید حیات کنه، این هر جا که میره بخش‌های عمده‌ای از مردم بهش میپیوندن چون ناراضی هستند، سنی‌هایی که مورد ستم شیعیان یا گروه‌های دیگر قرار میگیرن، حق ندارن، و یه بخشی از این که این گروهی داره چاق و چله میشه مثل گلوله برفی که همینطور قلی میخوره میره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا خودش تبدیل به کوهی میشه، حمایت مردم مظلوم محله. این گروه اگر پاش به ایران برسه امکان نداره بتونه یارگیری بکنه، شاید در منطقه بلوچستان و در خیلی نقاط محدود ایران، مطمئن باشین پاش به کردستان برسه میبینین همه اسلحه‌های مخفی از زیر زمین آمد بیرون. و جمهوری اسلامی یک خوششانسی هم آورده، این مبارزه 36 ساله مردم با حکومت این ثمره رو آورده که مردم بفهمن گروه تو یک غلطی کردن برای حمایت از این گروه‌های مذهبی، برای اینکه در واقع گذر بکنند از سیستمی که ازش ناراضی بودن که امکان نداره که زیر بار هیچ حکومت مذهبی دیگر میخوان برن، چه حکومت محلی و صمیمی و نازنین مجاهدین خودمون باشه چه حکومت داعش. پس داعش در ایران جایی نداره، میتونه خیلی خرابکاری ها انجام بده ولی نمیتونه در بین مردم ایران یارگیری بکنه و از خودش لشکر بسازه، چون اصلا روحیه و بافت و تفکر مردم ایران با چنین موضوعی سنخیت نداره. و این هم باز یکی از امتیازهایی است که جمهوری اسلامی در نهایت میگیره، چون در موقع بسیار خطرناک مردم پشت میکنن به این گروه ها و با اونها خواهند جنگید.
حالا یک موضوعی هم که در ایران این روزها سر صدا به پا کرده، چند مسجد آتیش زده شده. البته به قدر اخبار در هم بر هم و شلوغه که این خبرها در حاشیه شما برای اینکه بدونید چی میگذره باید حتی ریز بعضی از اخبار رو بخونید. خبرگزاری ها در ایران چند مسجد آتش زده شده و این منو یاد آتش زدن سینماها در زمان آخر حکومت‌های شاه می آورد. البته نه به خاطر اینکه من بگم آخر حکومت این هاست، نه، چون اینا به قدری پایگاه خودشون رو محکم کردن، در منطقه محکم کردن که اینگونه نیستش که مردم به شیوه سال 57 بتونن اینها رو براندازن یا هویزری بری و بگوید بروید و اونها هم برن، چون اینها حکومت و قدرت رو درست ولایت فقیه تقسیم کردن بین نهادهای مختلف. اما لا مذهبی بر در و دیوار کشور قوقا می کند و این رو آقای علمهدا عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید که مهمتر از مسائل اقتصادی و رفاهی آنهاست دین مردم، از اقتصاد و از رفاه بیشتره. خب اقتصاد و رفاه به مردم داده نشد تا مسئله مذهب مهم میشه، ولی کار به جایی رسیده که مسئول بی تفاوت به فرهنگ دین از نظر رسول الله خائن است و لامذهبی در ایران قوقا میکند. علمهدا افسود روز به روز در این مملکت در مسئله ترویج فحشا و منکرات با یک وضع نابسامانتر و فجیع‌تر روبرو می شویم و مظاهر بیدینی و لامذهبی بر در و دیوار کشور اینجور قوقا می کنند. خب این در این جامعه دست پرورده خدا آخونه 36 سال گذشته، اونهایی که در اون روز به دنیا آمدن تازه کودک در قنداق بودن امروز 36 ساله بودن، اونهایی که 4 ساله بودن 40 ساله شدن، اونهایی که حتی 10 ساله بودن. اینها پرورش خود جمهوری اسلامیه، چون دروازه ها که بسته بوده. ترویج این فرهنگ مدرن هم که در ایران آخون جلوشو میگرفت، تا اونجا که سعی کرد خاص یک حکومت بسته طالبانی و مذهبی و بوکو حرامی به وجود بیاره اما نتوانست. ولی اینها همه نشان میده که هیچ ضربه‌ای، هیچ سرکوبی ممکنه دهن مردم را از لحاظ سیاسی ببندن. در مورد آزادی و تمرد مردم و باز برگشت مردم از ذهنیت دینی که دینی که مربوط به ایران نیست و به او برای او آورده شده، ما دینهای مختلفی داشتیم در ایران، پس این حسن انتخاب رو مردم دارن چه دینی برگزینند. و این خیلی از زبان خود اینها نشان میده که تفکر مردم ایران نمیتونه همخوانی داشته باشه با این آقایان و اینها هرچه بر طبل بکوبند امکان نداره که بیشتر از این بتونن مردم رو مذهبی کنند، میتونن بیشتر از این مردم رو ضد مذهب بکنند اما مذهبی نمیتوانند. یک مورد دیگر که من دیدم، حالا چند مورد کوچولو رو میخوام بگم تا به موارد اصلی بپردازیم، میگوید که در ایران در سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان که ما چندین هفته در موردش صحبت کردیم، قیمت الاغ از قیمت خودرو بیشتر شده است. چقدر خوشحالم برای الاغ‌ها که قیمتشون بالا رفته، اما بیچاره‌ها چیزی به اونها نمیرسه، ولی الاغ بر الاغ ارزش گذاشته شده. میگه قاچاق گسترده سوخت در استان سیستان و بلوچستان و استفاده قاچاقچیان از حیوانات باربر در نواحی کوهستانی باعث شده است تا قیمت این حیوانات از قیمت خودروهای کارکرده داخلی نیز گران‌تر شود. خب این خبرگزاری مصر مهر گفته و میگه این گزارش در ادامه از روش‌های جدید در قاچاق گسترده سوخت در سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته است که قاچاقچیان سوخت‌ها را در مشک‌های
چره زنی می‌ریزن تا هنگام تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی بتوانند آنها را پاره کنند و پس از دستگیری برای مدرکی برای اثبات جرم نباشد. و اینی که پیشتر در بعد حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور قرار داده است و گفته است که کشور سالانه 2.5 میلیارد دلار از قاچاق سوخت متضرر می شود و اینها برای حمله اینها از الاغ‌ها استفاده می کنند. داشتن یک الاغ بسیار قیمتی شده در ایران. یک خبر دیگه از ایران این هستش که خب اجازه بدید به این خبر در عربستان، این هم یک خبر جالبی است که برای نخستین بار یک زن بی‌حجاب، یک زن بی‌حجاب در شبکه رسمی تلویزیون عربستان سعودی در روز عید فطر ظاهر شد و این شو که همه رو برانگیخته. استفاده شبکه دولتی الاخباریه عربستان از گوینده غیر محجبه جنجال زیادی در سایت‌های ارتباط اجتماعی به راه انداخته است و رسانه‌های داخلی و کاربران سایت‌های ارتباط اجتماعی این کشور تصویر مجری غیر محجبه این شبکه را هنگام قرائت اخبار در روز عید سعید بارها منتشر کردند. خب میگه این شبکه تلویزیونی عربستان پیش از این بارها فیلم‌ها و سریال‌هایی رو نشون داده بوده که در اونها زنان با پوشش نامناسب، اگه نامناسبه چرا نشون میدید؟ خیلی هم پوشش مناسب و زیباه. این زیباتره یا اون که اصلا انسان نمیبینه، فقط یک خیمه سیاه افتاده بر تن. و برخی از مهمانان و کارشناسان دعوت شده در برنامه آنها نیست بی‌حجاب بودن، اما تا کنون تمام مجران و گویندگان الاخباری محجبه بودن و این نخستین بار است که یک گوینده بی‌حجاب در این شبکه اخبار قرائت میکنن. حالا اینا سیاستاش چه هست؟ میخوان با یکی دو نمونه بگن آزادی در عربستان هست؟ اینها رو من نمیدونم، ولی هر آینه به شکل تظاهرم که باشه آرام آرام راه خودش رو پیش خواهد برد. و بعد به این موضوع وحشتناک گروه داعش، خوشبختانه در منطقه کردها مقابل داعش ایستادن. خب حالا کردستان عراق خارج از این که داره دایه استقلال و تجزیه طلبی رو سر میده، اون به کنار، اما زنان کرد کلن در چه در ایران چه در سوریه و چه در عراق به واقع شیرزنه. یعنی میتونه میگیم یکی از معدود اقلیت‌هایی هستن در دنیا، یا معدود کسانی هستن که در دنیا که این ارتش زناش گاه قوی تر از ارتش مرد هاست. زنان مبارز کردستان، این در کردستان عراقه که پیشمرگن و گفتن ما میریم به موسل و با داعش خواهیم جنگی خودمون تن به تن. و درود بر این زنان. حالا هدف اینها برای جدایی، من این رو کاری ندارم، امیدوارم که طوری در نهایت این قضیه تمام شه که تمام این زنان کرد که اصلشون ایرانی هست و نه هیچ ملیت دیگر، اینها برای آزادی ایران، برای رهایی ایران و رهایی تمام زنان ایران بجنگند، چون کار به جایی رسیده که گاه نمیشه خلع سلاح بود، باید مسلح بود. و این زنان کردستان عراق بسیار در این مورد پیش قراولند، کمک مردان هستند، نیروی یک دو نیرو شده، زنها در خانه ننشستند و اینا دختران جوان. و در بخش کوبان بویا، بله، بخش کردنشین سوریه هم عکسی رو من دیدم که اینها زن مسن، نوجوان، زن که بچه در شکم داشت، زن حامله،
اینها تفنگ دستشون بود و معلوم بود که اولین باری که به جنگ میرن و اینها مجهز شده بودن تا مقابل گروه داعش که الان مدتی است خودش رو به اونجا رسونده و در حال قتل عام هست و در حال نفوذ هست و عده زیادی از اینها کشته شدن توسط مردان و همین زنان کرد در سوریه و بعضی از نقاط رو گروه داعش رو به عقب روندن. این زنان پهلوان گفتن ما نمیگذاریم که به داخل خونه ما بیان، به فرزندان ما تجاوز کنین، به خود ما تجاوز کنین، و زن و مرد در حال جنگه. خب ببینید این مسلح بودن مردم خیلی مهمه. مسلح بودن مردم واقعا کمک میکنه. ولی این گروه اگر در این قسمت هم که رفت ادهی مسلح بودن، ادهی مسلح، اجازه نمیدادن به اینها که این گونه نفوذ بکنن. خب این هم از که حالا میخوام چون این موضوع کردها این روزها در منطقه سرصدای بسیاری به راه انداخته و صحبت از این هستش که امکان داره روزی اینها تجزیه بشن از ایران، اینها در کشورهای مختلف ممکنه یک کردستان بزرگ بشه، من خواستم یک بک‌گراند یا پیشینه‌ای از کردها بگم که اینها چقدر با ایران و فرهنگ ایران کنیگه هستن و اصل و اصلیتشون اصلا از خود ایران قدیم بوده که بعد اینها جدا شدن. غالب مورخان جغرافی نویسان قدیم مانند استخری و ابن بلخی و مسعودی مورخ نامدار پس از اسلام واژه کرد را در دوران تاریخی پس از حمله عرب به ایران به معنای کوچ نشینان ایران تبار به کار بردند. برخی بر این قیدند که نام کرد برگرفته از سرزمین باستانی کردوئنا در جنوب دریاچه وان بوده است و واژه کرد به صورت کرد در متون پارسی پارسی میانه دیده می شود و از پارسی میانه به زبان عربی به صورت کرد انتقال یافته. احمد کسروی در شیخ صفی و تبارش تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان می نویسد پیش از صفوی هیچ شاعر ترک گویی در آذربایجان پیدا نشد و همگی مردم هر که ماد و آریای تبار بودند به زبان پهلوی آذری گفتگو می‌کردند که همانند فارسی، لری و کردی است. خب اینا پس به معنی کرد نشینان هستند، دانشمندان و محققین بسیاری تحقیق کردند در ریشه کردها و مکنزی میگوید اگر به حدود دوران گسترش امپراتوری عرب ها نگاه کنیم خواهیم یافت که عنوان کرد با رمگر و کوچگر دارای یک معنی است. و ریچارد فرای این ایران شناسی که پروفسور دانشگاهی که اخیراً فوت کرد در ایران میخواست در ایران به خاک سپرده بشه و نگذاشتن و پروفسور دانشگاه هاروارد هم بود گفته قبایل همیشه بخشی از تاریخ ایران بودن هرچند منابع در مورد آنها کم هست زیرا آنها خود تاریخ ساز نبودن. عنوان فراگیر و عامیانه کرد که در بسیاری از کتابهای عربی و حتی پهلوی کارنامه اردشیر بابکان دیده می شود نامی بود که فراگیرنده همه کوچگیران و چادرنشینان بود حتی اگر با مردمانی که امروز نام کرد دارند از پیوند زبانی نبودند. برای نمونه برخی از منابع مردمان لرستان را کرد نامیدند و همچنین قبایل کوهستان و حتی بلوچستان کرمان. و به علت اینکه آمارگیری دقیقی از جمعیت کردها نشده یک آمار تخمینی هست که میگن یک چیزی تا 30 میلیون کردها که اینها در کجا هستن؟ در ایران، کردستان ایران، در کردستان سوریه، ترکیه و در عراق، هرچند که
اقوام و دیگری هم بین اینها تنیده شدن و باز خود کردها در جاهای دیگر جهان هم پراکنده هستند. اما اینها، این مناطق در این چهار کشور جای اینهاست که همه اینها قبلا جزو ایران بودند. کوههای این کردستان در ایران، بله، و اینا کلن 30 میلیون هم که در یک جایی به من به وسعت 190 هزار کیلومتر مربع زندگی میکنن. ناحیه زیست کردزبان ها عمدن کوهستانی است، برای همینه که اینقدر جنگندن. کردها همش در کوه ها زندگی کردن، باید میجنگیدن، چاره دیگری نداشتن و مرد همینه که زن کرد امروز جنگجوترین زن ایرانی زن کرده که از شرق به دامنه های شرقی کوههای زاگرس منتهی می شد. از این قسمت به طرف جنوب به حد فاصل همدان و سنندج امتداد می یابد. در طرف جنوب هم کرمانشاه و بخشای از ایلام و طرف دیگر به کرکوک و موسیل ختم می شود. از شمال به طرف ماردین، ویرانشهر و عرفه امتداد یافته. آنگاه از شمال به طرف ملاتیه و حوزه رود فرات می رود تا به کمالیه برسد. در قسمت شمالی کردستان محدود به کوهستان‌های مرگانداغ و هارالداغ که به طرف ارزنجان ارزروم انتباط می پیدا می‌کنه و البته خیلی همونطور که اشاره کردیم بسیار غیر کرد هم استفاده زندگی می‌کنند. کوههای منطقه در زمستان‌ها پوشیده از برف است و در تابستان‌ها با آب شدن برف‌ها به مانند فرشی سبز رنگ از زیباترین مناطق دیدنی جهان می شود. چراگاه های آن که در دوران های دور پرورش دهنده اسب های مادی بودن امروز نیست برای چرای رمه ها و دام های ایل های کرد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. مناطق کردستان اگرچه کوهستانی است اما همین مناطق کوهستانی دارای دره های وسیع و حاصلخیزی هستند. ریشه کردها، قائل شدن ریشه ایرانی و به تبع آن هند اروپایی برای کردان از لحاظ تاریخ بدین سبب بوده است که کردی از زبانهای ایرانی است. پس فرضیه ایرانی تبار بودن کردان با توجه به قرائن زبان شناختی بوده است و نه ژن شناختی. پژوهش های میان رشته اخیر به ویژه با نظر در دی ان ای این مردمان تصویر قامستری از واقعیت تصویر کردند. طبق این پژوهش ها قدیمترین نیاکان کردان از اخلاف بومیان اولیه هلال خصیب در عصر نوسنگی بودند. جایگاه جغرافیایی ایشان بیرون ایران امروزی جایی در شمال امروزی جایی در شمال غربی آن می بود. ایرانی زبان شدن این بومیان چند هزار سال سپستر در پی در آمدن چندین موج نخبگان جنگاور ایرانی زبان از آسیای میانه به سرزمین های ایشان بوده است و از جمله نتایج جالبی که از مطالعات ژن شناختی حاصل شده قرابت توارثی کردن کردان و یهودیان هست. برای نموده یهودیان به کردان نزدیکترن تا به عربان فلسطین. خب اینها از اقوام خاورمیانه هستند، در غرب آسیا در بخش فلات ایران زندگی میکنن و از شاخه غربی زبانهای ایران هست. زبانشون هم چند زبانی، در خود عراق چند دو زبونن. من دو دختر کرد رو، کرد عراقی رو میشناسم، در یک رستوران ایرانی کار میکنن و اینا اصلا زبانهای همون نمیفهمن، به انگلیسی صحبت میکنن. امپراتوری عثمانی سالها چون ابرنیروی بر گوشه از جهان در برگیرنده سرزمین‌های غرب عربی، آسیای صغیر، بالکان فرمان راندند تا اینکه با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آنها که کردستان عثمانی نامیده می‌شد، سرزمین‌ها اینها کردستان
عثمانی نامجبشه سرزمین های عربی آسیای صغیر بالکان تدریج متدریج مستقل گردیدن، چون اینها را در زمان عثمانی ها در واقع تیک پاره شده بودن، از ایران جدا شده بودن. و کردستان عثمانی در نقشه جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، عراق و سوریه قرار داره. البته در این کشورها هم همه نواحی کردی کاملا کردنشین نیستن و اقوام غیر کرد در آنها ساکن هستن. و تاریخ شناسان بیشتر از این بر این عقیده بودند که بخش اصلی بازماندگان اقوام بومی خاورمیانه و مادها هستند، کردهای امروز، و به زبان کردی مربوط به شاخه شمال غربی زبانهای ایرانی صحبت می کنند. پس کردهای امروزی هم استمراری از مادهای باستانی هستند. تا زمانی که زبان مادی به درستی شناخته نشده بود، کماکان یک فرضیه باقی میموند. و اینها از اقوام بومی خاورمیانه و مادها هستند. بعد در دوره‌های بعدی این منطقه بخشی از امپراتوری‌های هخامنشی، سلوکی، اسکانی و ساسانی بود. تاریخ‌شناسان بسیاری در این مورد تحقیق کردند، چه عربی، چه ایرانی، چه غربی. به همین دلیل هست که اینها خیلی جالبه و طبق برخی منابع فارسی که تعریف سنتی از این واژه میدهند، آنها گروهی از گردان به معنی پهلوان و قوی هیکل یا جنگجو بیباک هستند و نام گرد در شاهنامه هم از همین خانواده است. گرد بعدها در زبانها برای راحتی تلفظ یا در زبان عربی به کرد تبدیل شده است. کرد همچنین میتواند به معنی پسر تعبیر شود. برخی هم مانند مصطفی بارزانی با اعلام این نظر که هر کجا کرد زندگی میکند آنجا ایران است، همواره بر پیوند ناگسستنی تاریخی و نژادی کردها با دیگر ایرانیان تاکید کرده. خب مناطق کرد زبان اگرچه کوهستانی است، اما همین مناطق کوهستانی دارای دره‌های وسیله‌های سلفیزی است و اینها طبیعت زیبا دارن، پوست‌های زیبا دارن، روحیه قوی دارن، روحیه جنگجویی و پهلوانی دارن و پیشینه نوروز هم نه تنها به دوران مشترک هند و اروپایی باز می‌گردد، بلکه در میان اقوام کهن‌تر نیز وجود داشته است و تمام کردها در تمام این قسمت‌ها چهار کشور جشن می‌گیرند. در اساطیر ایران پیدایش نوروز را بر تخت نشستن جمشید پیشدادی نسبت دادند، اما در نزد مردم کرد رأی غالب مربوط به داستان کاوه آهنگر و ضحاکه. یعنی هنگامی که کاوه بر ضحاک پیروز میشه، مردم به مناسبت این پیروزی بر کوها آتش افروختن و دست در دست هم شادمانی کردن. از این نظر هست که کردها هر ساله در اول بهار به بزرگ داشته آن روز فرخنده آتش روشن میکنن و تا همه منطقه امروزی کردنشین تا سال 1514 یعنی تا اوایل قرن 16 میلادی یکی از ایالات ایران بوده است. در جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال 1514 میلادی اوایل قرن 16 انجام گرفت، در اثر آن شکست ایران بخشی از این مناطق از ایران جدا شدند و نصیب عثمانی گردیدند که همون شد کردستان عثمانی، که بعد از جنگ جهانی اول و در هم پاشیدگی دولت عثمانی این کردها چهار کشور تشکیل شدند. در واقع کشور ترکیه شد، کشور عراق، کشور سوریه و اینها. این کردها این بخشایی بود که نگاه هم بکنیم در نقشه، این کردها به هم متصل هستند به نوعی. برای همین هست که مستقل شدن کردستان عراق بسیار بسیار میتونه خطر اینه داشته باشه که بتونن کردهای ایران جدا بشن. حالا عراق یک ترفندی زده و رئیس جمهورشو یک عراقی انتخاب کرده. اگر اینها از دولت مرکزیشون راضی باشند،
نیازی به جدایی نیست و تمام این کردها الان کردستان سوریه شاید تنها کردهایی هستن که اسد به اینها اون هم رو حساب کتاب شخصی خودش چون میتونست اینها مخالف مقابل جنگجویان نیستن به اونها یک خودمختاری داده. و این موضوع که حالا این قسمت کردستان موضوعش مسئلهش خیلی خیلی جالب هست، خواستم یک صحبتی هم در مورد این موضوع جنگ بین اسرائیل و ایران بکنم، اسرائیل و غزه، که من به این فکر میکنم که من فرمانده جنگ هستم، میفهمم نظام چگونه کار میکنه، اما میدونم که برای یافتن یک تونل نمیشه از بالا از راه دور، باید خودشون هم گفتن امکان نداره، هیچ تکنولوژی نیست که بشه این تونل ها رو از راه دور شناسایی کرد یا زد، باید رفت نزدیکش کرد. این که این هیدار موشک پرتاب میکنه و مردم رو میکشه درست مثل یک تکنیسیان یا یک متخصصی است که یخچالی رو یا یک ماشینی رو یک مکانیک ماشینی بهش میگن، میگن اینو ببین مشکلش چیه، خراب تعمیرش کن، چون نمیتونه تعمیر کنه، نمیتونه مشکلات پیدا کنه، میزنه ماشین رو خورد میکنه. اسرائیل داره این کاری میکنه، داره مردم رو خورد میکنه، داره میلیتنت ها هیچ کنون خیلی تعداد کمی از این میلیتنت ها در البته به اینها میگن تروریست ها، اینها که جنگجویان غزه کشته شدن، اینا در تونل ها سنگر گرفتن و الان هم بیش از 3000 جوان غزه‌ای خداحافظی کرده از پدر و مادرش و گفته ما رو دیگه نخواهیم دید و اینها قراره که با بستن این جلیقه های انفجاری در داخل تونل هایی که در غزه هست جاسازی کنن خودشونو که سربازان اسرائیلی که میان اینها رو خراب کنن هم خودشونو منفجر کنن هم اونها رو. و اولین چشمش هم دیروز بود که دیدیم که یک سربار اسرائیلی هم به گروگان گرفته شده. این قضیه کی حق داره، کی حق نداره، کی آتش بسه شکونده، کی نشکونده، کی تروریسته، کی حقوق بشریه، اینها همه به کنار، ولی این جریان جز این که هر چی به این شیوه پیشتر بره خرابی در هر دو طرف بیشتر بشه هیچ حاصلی نداره. مردم فلسطین که چیزی ندارن از دست بدن، اون جنگجویانشون هم که جونشون گذاشتن کف دست، اما از این طرف در اسرائیل هستش که خیلی از لحاظ روحی مردم به هم ریختن، یعنی یک در واقع یک نظم نوینیش آشفته شده، نظم نوینی در اون طرف قضیه وجود نداشت و ارتش اسرائیل متصل شده به نظام، به تانک های قویش، به موشک های قویش، به سلاح قویش. این سربازها در واقع خودشون نیستن که دارن می جنگن، با سلاح می جنگن، اما مردم در قفزه با تقریبا دست خالی خودشون می جنگن. و البته من اینهایی که میگم بر اساس گفته های خودشون در مقامات نظامی و دولتی ارتشه که اصلا تصور نمی کردن با یک همچین مقاومتی در غزه مواجه بشن و غزه بکل با 3 سال پیش فرق کرده، نوع جنگش، نوع سلاحش، شیوه ها و تروک ها یا کلک هایی که میزنه برای فرار گروز و برای گرفتن و کشتن سربازان اسرائیل در خاک. و خب حالا با این مقوله میگن باید شاهد یک شیوه های عجیب و غریب و صحنه های عجیب و غریب باشیم از طرف این جنگجویان فلسطینی و به این سادگی ها هم نبوده برای اسرائیل، با توجه به اینکه نزدیک به 1700 نفر هزار، هر امروز صبح من شنیدم کشته شدن که همگی بچه و
مادر بودن، ولی چند تا از اونور اینها تونل گرفتن. تونل ها باید خانه به خانه باشه، از مردم خواستن خانه هاشون رو ترک کنن، همه رفتن به پناهگاه ها، اما نه خانه ها رو نمیرن بگردن، میان پناهگاه ها رو میزنن، میگن در اونجا مخفی شدن. خب اگر در اونجا مخفی شدن، از اونجا سکوی پرتابه که همه جای غزه سکوی پرتابه، همه جای غزه، هر خونه غزه ممکنه در زیرش یک تونل باشه. چرا پس اگر مردم تخلیه کردن اول نمیرن اونجا رو کشف بکنن و تونل های اونجا رو خراب کنن؟ چرا؟ چون ارتش اسرائیل به نظر من دوچار یه خوف و وحشتی شده و میخواد با کشتار مردم کاری بکنه که یک جوری حماس دست برداره یا به نوعی این جنگ متوقف بشه و بتونه به گونه دیگری در واقع بگه من برنده جنگ هستم. اما اگر هدف از بین بردن تونل ها بود، مردم که از خونه هاشون خارج شدن رفتن در پناهگاه ها، خیلی راحت میدونه که این تونل ها در خونه ها هستن و هزاران تونل مکان هست که بخواد جستجو کنه. اما متاسفانه هر روز میبینیم که با کشتار شدید و کوبیدن مردم و از اون ورم این سربازها، جوانها، همین سرباز بیچاره که دیروز کشته شده قرار بوده 3 ماه دیگه ازدواج کنه، پدر الان این دیگه روی آفتاب رو نمیبینه تا سالها، باید در تونل زندگی کنه و بعد برای این که سرباز پس بگیرن از دیروز سالها کشتار شدید در کردن. نتانیاهو دیوانه شده، یک مرد به جنون تبدیل شده، واقعا یک باید جلوش باید گرفته بشه و این دولت اسرائیل مردم رو اینها دارن واقعا به سوی نیستی میبرن و کاری که اینها دارن انجام میدن به این شیوه ناشیانه و خشونت آمیز و بدون اثر، چون اون طرف رو عصبانی تر میکنن. این بازداشت متاسفانه مظلومیت مردم دولت اسرائیل داره مورد تردید جهانیان قرار میگیره و تمام این تخریب هایی هم که در غزه شده، دوباره این صدها و هزاران خونه‌ای که سقوط ریخته همه از سیمانه، دوباره یه مصالح 100 تونل دیگر رو برای فلسطینی‌ها به وجود آورده، چون بچه‌های غزه هیچ کاری دیگه‌ای ندارن جز این که تونل بسازن، الان جز این که مقاومت کنن. متاسفانه خیلی قضیه جای خطرناکی رفته و من فکر میکنم که ارتش اسرائیل خوب فرمان میگیره، دولت اسرائیل دچار یک جنون شده، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره، سیاست آمریکا رو هم به گروگان گرفته. در اینجا آزادی مطبوعات هست، اما به محض اینکه به بخش اسرائیل میرسه یک نوع خوفی در این کشور، در این مملکت به وجود آوردن، از بخش لابیگریشون تا بخش گروه های زیرزمینی که به وجود آوردن تا اعتراض ها و تهمت های ضد یهودی که به منتقدین میزنن و در آمریکا یه مقدار آمریکا رو همراه خودشون دارن به باطلاق میکشونن. و من امیدوارم 2 هفته آینده مهمان عزیزی که داریم این موضوع رو مطرح کنن که اتفاقا امریکا داره به این نتیجه میرسه که مثل این که اسرائیل و عربستان دو همراهش و دو متحدش باعث بیچارگیش در منطقه دارن میشن و متاسفانه در پایان راه ممکنه که به سوی ایران کشیده بشه و از ایران با ایران اتحاد پنهانی ببنده، چون اسرائیل جز خرش ترشی برای امریکا، جز توهین به امریکا و جز تخریب در منطقه و ایجاد تشنج نقشی نداشته تا به امروز. اجازه بدیم در پایان برنامه یک فیلم از یک زن در کنیا که با چه زحمتی در جنگل بچه به وجود میاد. حالا ما امروز زایشگاه داریم، بیمارستان داریم، بعضی مادرها هر 2 هفته باید او حتما رفتی دکتر نبضت آزمایش کرد تا 1 ماه از جا بلند نمیشن. نگاه کنیم ببینید طبیعت چگونه انسانها رو تغییر میده. مادر همون مادره، بچه همون بچه، ساختمان بدنی همونه، ولی نوع زندگی انسانها چگونه اصلا تعجب میکنه، یک زن رو تغییر میده
و نشیوه زایمان اون رو. با شما بدرود میگم تا هفته آینده. از امیر شهرتی گرامیم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر. البته هم یعنی نرجمن این رو این اون فیلمی نیست، چون فیلمی که من برای امیر جان فرستادم گویا نتونسته بود باز کنه. اون زن در جنگل و خودش به تنهایی نوزاد رو میذاره و خودش بلند میشه و بچه رو میپیشونه لای برد و در حالی که پسری دیگریش نشسته این، یعنی اصلا به قدر این راحت این بچه رو به وجود میذاره که اصلا من باور نمی کنم. اما این یک مقدار اقلا یک کمک داره، در یک مکان تمیزتری هست. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما. تا برنامه دیگر. Leaving Jane with the last thing she needs right now. Another mouse to feed.